صنعت خودروسازی جهان با حرکتی پرشتاب به سمت دنیای جدید حرکت می‌کند. دنیایی که بر پایه سازگاری با محیط زیست بنا شده و در آن توسعه خودروهای الکتریکی و خودران در اولویت است. ساخت و گسترش استفاده از خودروهای برقی بزرگترین انقلاب در صنعت خودروسازی پس از سال 1913 میلادی است، یعنی همان زمانی که هنری فورد نخستین خط تولید خودرو را راه اندازی کرد. حالا بعد از حدود 109 سال یکی از مدل‌های تسلا پرفروش‌ترین خودروی الکتریکی جهان است، اما به غیر از این شرکت آمریکایی تقریباً تمام برندهای مطرح خودروسازی جهان به شکل جدی وارد عرصه تولید خودروهای برقی شدند. مثلا شرکت بریتانیایی جگوار اعلام کرده از سال 2025 تنها به فروش خودروهای الکتریکی اقدام خواهد کرد، یا جنسیس خودروساز لوکس کره‌ای به زودی نخستین مدل کاملا الکتریکی خود را به بازار عرضه می کند. این شرکت تا سال 2030 همه مدل‌هایش را الکتریکی خواهد کرد. برندهای پیشروی آلمانی هم عقب نموندند. BMW تا 3 سال آینده فروش خودروهای کاملا الکتریکیش را به 2 میلیون دستگاه خواهد رساند و از سال 2025 هم مشتریان مرسدس بنز قادر خواهند بود نسخه تمام الکتریکی تمام محصولات این شرکت را خریداری کنند. برند ایتالیایی فراری هم تصمیم دارد در سال 2025 از نخستین خودروی تمام الکتریکی خود رو نمایی کند. اما توسعه خودروهای الکتریکی تنها محدود به برندهای لوکس و گران قیمت نمی شود. مثلا مسئولان شرکت فولکس واگن تصمیم دارند تا سال 2030 70% از فروش محصولات خود را به خودروهای الکتریکی اختصاص بدهند و تویوتا هم که در 10 سال اخیر یکی از 3 تولیدکننده اصلی خودرو در جهان بوده اخیراً 15 محصول جدید برقی معرفی کرده و تا سال 2035 تمام محصولات خود را الکتریکی خواهد کرد. از مزیت‌های خودروهای برقی میتوان به هزینه بسیار کمتر شارژ این خودروها در مقایسه با مصرف سوخت خودروهای بنزینی اشاره کرد. ضمن اینکه این خودروها قطعات متحرک کمتری دارند و در نتیجه هزینه تعمیر و نگهداری آنها کمتر است. البته فعلا قیمت اغلب این خودروها بالاست، اما با افزایش تولید خودروهای الکتریکی به مرور هزینه و قیمت آنها هم کاهش پیدا می‌کند. چالش دیگر این خودروها نبود یا کمبود جایگاه‌های شارژ آنها در بسیاری از کشورهاست و فعلا تنها چند کشور مثل فرانسه، آلمان، هلند و آمریکا تعداد نسبتاً مناسبی جایگاه شارژ دارند. هرچند این مشکل هم به مرور حل خواهد شد. در سالهای اخیر توسعه خودروهای خودران هم پیشرفت زیادی داشته. مرسدس بنز نخستین شرکت جهان است که به تازگی توانسته مجوز نخستین خودروی برقی خودران سطح 3 را از دولت آلمان دریافت کند. این یعنی ماشین‌های خودران بنز می‌توانند در برخی مسیرهای اتوبانی آلمان با سرعت 60 کیلومتر بر ساعت حرکت کنند و راننده در این شرایط مجاز است دست خود را از روی فرمان بردارد. سیستم خودران می‌تواند به اتفاق‌های غیر منتظره واکنش نشان دهد و در صورت تشخیص خطر هشدار بدهد و کنترل را به راننده واگذار کند. فعلا این سیستم در 2 خودروی لوکس بنز اس کلاس و اس کلاس برقی امتحان شده. میزان خودران بودن ماشین‌ها در 5 سطح تعریف شده که در بالاترین سطح خودرو در همه جاده‌ها بدون نیاز به راننده حرکت می‌کند. هم‌اکنون پیشرفته‌ترین خودروهای خودران در سطح 2 قرار دارند. در زمینه ساخت خودروهای برقی در ایران طی سالهای اخیر چند خودرو معرفی شده، اما هنوز هیچ کدام به تولید انبوه نرسیده. از جمله آنها می توان به تارای برقی، ساینای برقی، رانای برقی و خودروی یوز اشاره کرد. تا
توسعه خودروهای برقی در ایران می تواند به کم شدن مشکل آلودگی هوای کلان شهرها کمک زیادی کند و گامی مثبت در حفاظت از سلامت شهروندان و محیط زیست باشد. اما فعلا نه تنها زیرساخت‌های عمومی مانند ایستگاه‌های شارژ این خودروها در ایران وجود ندارد، بلکه خودروسازان ایرانی هنوز به شکل جدی وارد این بازار محبوب در میان برترین خودروسازان جهان نشدند. این در حالی است که پیش بینی می شود در سال‌های آینده فروش خودروهای برقی از فروش نمونه‌های بنزینی و گازوئیلی در جهان پیشی بگیرد. بانک UBS سوئیس پیش بینی کرده 20% از فروش کل خودروهای جدید تا سال 2025 مربوط به خودروهای برقی باشد. این روند تا سال 2030 به 40% میرسد و تا سال 2040 میلادی تقریباً تمام خودروهای جدیدی که به فروش میرسند الکتریکی خواهند بود.